کتاب های صحیح مسلم و صحیح بخاری وجود خارجی ندارند یک مبلغ سلفی به نام مصطفی مسلم اعتراف کرد که کتاب های صحیح مسلم و صحیح بخاری که در اصل پایه و اساس تفکرات و اعمال تروریستی سنی های تندرو مانند داعش، بوکو حرام، اخوان المسلمین، جبهت النصره یا دیگر گروه هستند وجود خارجی ندارند. این شیخ سلفی که در مصر به عنوان یک استاد شریعت اسلامی شناخته می شود افزود ما باید با مسلمانان صادق باشیم مسلم که در یک برنامه تلویزیونی حضور داشت ادامه داد دیگر دفاع و انکار سودی برای ما ندارد و ما باید بپذیریم که در پایین ترین سطح اقتصادی، سیاسی، علمی و اجتماعی در جهان هستیم و اگر این حقایق را نپذیریم نمیتوانیم ادامه بدهیم. این روحانی مصری ادامه داد باید به عقب برگردیم و کتابهایی مانند صحیح مسلم و بخاری را خط به خط تصحیح کنیم چرا که این کتابها از سوی گروه های تروریستی به عنوان یک الگو و رهنما شناخته می شوند. وی در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به نبودن کتابی به نام صحیح بخاری و شخصی به نام محمد عبدالله البخاری نویسنده این کتاب از شهر بخارای ازبکستان امروزی گفت طبق منابع تاریخی کشور ازبکستان محمد عبدالله بخاری شخصی نابینا و ناآشنا با زبان و ادبیات عربی بوده پس چطور می شود شخصی این چنین 600 هزار حدیث را در مدت زمان 3 الی 4 سال مورد تفحص و تحقیق قرار داده باشد شیخ مصطفی مسلم با اشاره به کتاب صحیح مسلم نیز افزود این کتاب نیز وجود خارجی ندارد و کاتب آن یعنی ابو حسین مسلم نیشابوری از شهر نیشابور ایران بوده و با زبان عربی آشنایی نداشته است وی در پایان سخنان خود گفت ما خودمان به خودمان دروغ گفته ایم و شریعتی خود ساخته را جایگزین شریعت اصیل اسلام کرده ایم.